شش روز دیگه به برگزاری مراسم اسکار مونده اسکاری که امسال برای ایرانی ها و هوای متفاوتی داره فیلم جدایی نادر سیمین در دو بخش نامزد دریافت اسکار شده و از شانس زیادی برای تصاحب یکی از این جوایز برخورداره امشب با بیژن تهرانی منتقد فیلم و سردبیر سایت سینمای بدون مرز گفتگو میکنم سینمای بدون مرز یکی از سایت های معتبر هنریه که آگاهی‌های ارزشمندی رو در اختیار کاربرانش قرار میده. به لس آنجلس میریم تا این گفتگو رو آغاز کنیم. آقای بیژن تهرانی به شما سلام میکنم و درود میفرستم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. خوشحالم که تو این برنامه هستم و بارز موفقیت شما و همینطور فیلم جدای نادرسیمی. آقای تهرانی پیش از هر چیز برای ما درباره سایت سینمای بدون مرز توضیح بدید چه زمانی را افتاد و به چه مطالبی میپردازه؟ سایت سینما ویدات بوردرز حدود درست ژانویه 2007 را افتاد و این سایتی که میپردازه به سینمای بیلون مللی و در واقع جای خالی یه همچین نشریه رو در امریکا پر میکنه و خوشبختانه ظرف این چند سال گذشته تبدیل شده به یک منبع موثقی برای کسایی که میخوان راجب سینمای جهانی غیر از سینمای امریکا اطلاعاتی به دست بیارن من جا داره در اینجا تشکر بکنم از آقای مهدی حاتمیان از دوستان من و از کسانی که با بدون کمکهایشون این سایت به جایی که الان هست نمیرسید البته و سایت دوستان زیادی در میان فیلم سازان سینمای بدون داره خوشبختانه سینمای بدون مرز از نظر شما چه تعریفی داره چگونه سینمایی سینمای بدون مرز به نظر من سینمای بدون مرز سینمایی که بدون توجه به محدودیت هایی که توی دنیا با مرز کشی ها ساخته شده به پردازه به مسائل انسانی به مسائل اجتماعی و به مسائلی که دنیای ما رو در واقع در خودش گرفته و سعی بکنه که فرهنگ های مختلف و, و مردم رو به هم نزدیک بکنه ما به همین دلیل که توی فستیوال معتبر پالم سپرینگ چه در فستیوال فیلم های کوتاه و چه در فستیوال بیرونالیشون دو تا جایزه داریم به اسم Bridging the بوردرز Award که میدیم و این جایزه ها درست به فیلمایی داده میشه که بتونن مردم از فرهنگ‌های های مختلف به هم نزدیک بکنند. آی تهرانی خوشحالم که فرصتی پدید اومده بتونیم درباره فیلم جدایی نادر از سیمین صحبت بکنیم به نظر شما چگونه فیلمی است نظرتون درباره کیفیت اون چیه چگونه اون رو میبینید به عنوان یه منتقد سینمایی جدایی نادر از سیمین فیلمیه که خیلی خوش ساخته از زبان سینما به نحو بسیار هنرمندانه بهره میگیره که یک بازسازی دقیقی از زندگی بده فیلم بازیگری فوقلاده خوبی داره کارگردانی طبیعتاً کارگردانی بسیار ماهرانه که شما رو در طول فیلم نگه می‌داره و فیلم بسیار بسیار هم که گفتم یکی از فیلم های مدود سینما ایرانه که اینقدر از نظر سینمایی درست و کامل و کم نقصه اگه بخواید بگید که آیا این جزو بهترین فیلم های تاریخ سینما است اون موقع ممکنه بگم که شاید نه برای اینکه یه فیلم برای اینکه جاودانه بشه باید یک دنیای فراواقعی داشته باشه یک جایی داشته باشه که کمی بیشتر بره آدم آدم با خودش ببره و آدم با خودش بکشه شاید فیلم های دسیکا فیلم های بزرگ ساتی جیتری فرینی و اونا فیلمهایی که این خاصیت رو هم دارن ولی بدون شک فیلم بسیار خوبیه و بین فیلم هایی که نامزد شدن برای جایزه اسکار شاید از بقیه بهتر باشه البته با توجه به اینکه اکادمی اواردز همیشه با اندک کش سلیقگی بعضی از فیلم خیلی خوبی رو که کشورها میفرستن نادیده میگیره برای جایزه بهترین فیلم خارجی به نظر شما چه عواملی باعث شده که این فیلم به این صورت مورد توجه منتقدین هنری بین‌المللی قرار بگیره؟ خب یکی از دلایل بسیار اساسی شبونه که براتون گفتم فیلم فیلمی که خیلی خوب ساخته شده خیلی قشنگ یک واقعیت رو بازسازی میکنه و بعد هم در نظر بگیرید ما قبل از این فیلم های متعددی داشتیم از سینمای ایران که همشون به شخصیت های خیلی متفاوتی میپرداختن شخصیت که مینستریم نیستن مال زندگی اکثریت جامعه نیستن شخصیت‌هایی خیلی انتظایی بودن چه حالا فیلم های آقای کیارستمی یا فیلم‌های آقای مجدی مجدی ولی توی این فیلم با زندگی واقعی با مردمی که آدم‌ها میتونن خودشون رو باشون تطبیق بدن در هر جای دنیا پرداخت شده و خودش این یک تفاوت و یک اصل بسیار اساسیه به نظر من که این فیلم رو جدا میکنه از اون فیلم های قبلی که از سینمای ایران نمایش داده شده هرچند درباره الی هم یه به این گروه تعلق داره آی تهرانی گروهی معتقد هستن که موفقیت های این فیلم به خصوص رسیدنش به اسکار میتونه دلایل سیاسی داشته باشه و معتقدم با توجه به شرایط خاصی که این روزها در صحنه بینالمللی وجود داره شاید مثلا امتیازات ویژه‌ای رو به این فیلم دادن نظر شما در این باره چیست واقعا چقدر سیاست نقش داره در رسیدن فیلم ها به اسکار میتونه نقش داشته باشه تا چه حد جای سوال داره آیا یک فیلم این بدون شایستگی هم میتونه تا اینجا برسه بعید میدونم ولی خب وقتی که همه توجه دنیا روی کشور خاصیه یا روی کشورهای خاصیه طبیعتا کارهایی هم که از اونجا میاد یک نوع کنجکاوی رو جلب میکنه که بهش توجه بشه اینکه آیا مثلا افرادی در پشت صحنه هستن که به منقدین و به کسانی که به داوران فستیوال ها دیکته می که این فیلم رو انتخاب بکنند به نام دلایل سیاسی به نظر من این از اون همون توهم های دیجان ناپلونی ما یه مقدار ریشه میگیره گروهی از ایرانیان هستن که معتقدم حال این فیلم نماینده جمهوری اسلامی هست و با شرایط خاصی به اسکار رسیده معتقدن که نباید از اون حمایت کرد یا چندان جدیش گرفت البته خب میگه بحث قدیمی در طول سالها بسیاری به این گونه مسائل پرداختن شما چگونه به این موضوع نگاه میکنه؟ چه نظری در این باره دارین؟ ببینید به حال اگر اینکه این فیلم در ایران ساخته شده متعلق به جمهوری اسلامی بدونیمش نمیدونم آیا انصاف و رایت کردیم در مورد این فیلم یا نه شما در نظر بگیرید در طول تاریخ فیلمسازای بزرگی مثل آندر وایتا مثل پولانسکی در اوج قدرت های کمونیستی فیلم ساختن در این کشورها و فیلماشونم جایزه برد در اغلب جاهای دنیا فیلم های بسیار خوبی هم بود و سینما های دنیا هم قبولشون کرد هم می که این در این کشورهایی که بغاسفات گره هستن و کشورهایی هستن که یه مقدار به صدا دیکتاتوری درشون هست این فیلم ها ساخته شده اما کسی به فیلم های ردی نگرفت چون به هر حال یه هنرمند، نقاش، فیلمساز، شاعر، آهنگساز نمیتونه ترک کار خودش رو بکنه برای همیشه به خاطر اینکه کارش در اون کشور ساخته میشه و به حال به اسم اون کشور شناخته میشه به نظر من این یک کم بی انصافیه که در اینجا میشه و خب البته مسائل جداست ممکنه بعضی از فیلمساز توقع داشته باشن که در روی سحنه های برمالی اصحار نظرهای خاصی بکنه در رابطه با مسائلی که هست اون بستگی به شخصیت فیلمساز داره ربطی به فیلم پیدا نمیکنه. آی تهرانی میدونم پیش بینی در چنین شرایطی کار خیلی سخت و دشواریه ولی فکر میکنید که آقای اصغر فرهادی و فیلم جدایی میتونه یکی از این جوایز رو هفته آینده کسب کنه والا شانس فیلم زیاده من هر پنج تا فیلمی رو که کاندید جایزه بهترین فیلم خارجی هستن دیدم فیلم بولهد از بلژیک فیلم بسیار قشنگیه اما خب ضعفایی داره فیلمی که به نظر من شانس بردن جایزه رو داره غیر از فیلم جدایی از نادر سیمین فیلم در تاریکی یا این دارکنس هست مال لهستان که به طبیعتا مسائل مربوط به یهودی ستیزی و کشتن یهودیان توی جنگ دوم میپردازه داستان بسیار تازه و بدیعی داره هرچند فیلم خودش رو گم میکنه و مسیر خودش رو گم میکنه در عواست فیلم و اون انسجام فیلم جدایی نادر سیمین رو نداره حالا باید دید که آخرین تصمیماتی که گرفته میشه به چه شکل ها یا فکر میکنن دیگه این فیلم کافیش این میزان جایزه که گرفته همونطور که دیدیم در بفتا به این فیلم جایزه ندادن و در در جوایز سزار فرانسه این فیلم حتی نامینیت نیست ولی خب با امید موفقیت جده یا نادر سیمین می چون شانس فیلم خیلی بالاست برای بردن جایزه بهترین فیلم خارجی در مورد جایزه بهترین سیناریوی اوریژینال سناریوی اصلی من فکر میکنم که شخصا بین نون پنج تا فیلم کار بودیالن الان رو بیشتر از همه میپسندم پاس پاس از شما ای بیژن تهرانی که در لس انجلس با ما بودید حتما بعد از برگزاری مراسم اسکار برنامه ای می میذاریم تا در خدمتتون باشیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم قربان شما خیلی ممنون